میخوای بدونی چرا فایل را به مراتب از جی پیگ با کیفیت تر و به شدت مورد علاقه عکاس و گرافیست هست؟ بیا بریم تا بهت بگم. درود دوستان، من نیلوفر هستم و از کانال نیهان آرت استودیو همقدم باشم. تا اینجا آموزش‌های فتوشاپ رو تا حدی جدو آوردیم. میتونید از پلیلیست دوره جامعه فتوشاپ آموزش‌ها رو به ترتیب اپیزود نگاه بکنید و جلو بیایید اگر که اولین ویدیویی هست که دارید از کانال ما میبینید. برای ادامه آموزش فتوشاپ اینجا لازمه که من دو تا مفهوم رو برای شما معرفی بکنم. یک، عکسایی که با فرمت JPEG گرفته میشن. دو، عکسایی که با فرمت RAW گرفته میشن. لازمه که شما این دوتا مفهوم رو بدونید تا بتونیم آموزش های فتوشاپ رو جلو ببریم. ثبت تصویر با فرمت را اولین بار توسط دوربین های DSLR میسر شد. با اینکه عکاسان و گرافیست های حالا بسیاری هستن که اطلاعات فنی دقیقی از پروسه ثبت عکس RAW رو ندارن، اما بر حسب تجربه همشون به اتفاق باور دارن که عکس‌های را کیفیت بالاتری دارن و توی پست پروسسینگ و در واقع ادیت بعد از عکاسی خیلی 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 دستشون بازتره. اگر به زبون خیلی 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 ساده بخوام تفاوت عکس‌های با فرمت جی پیگ و فرمت را رو براتون توضیح بدم، میتونم مثال یک آشپز رو بزنم، یه شیرینی پز و یه کیک آماده. ببینید، وقتی خمیر مایه رو شما در اختیار آشپز قرار بدید، از بیسکویت گرفته تا کیکی هستی تا تارت و توت فرنگی میتونه برای شما خروجی تولید بکنه. ولی وقتی شما مثلا یه کیک آماده بذارید، مثلا یه کیک گزی رو بذارید جلوی یک آشپز، کار خاصی نمیتونه با اون کیک بکنه، تغییر خاصی تو ماهیت اون کیک نمیتونه ایجاد کنه. تش میتونه یکم مثلا دکور کنه و از این قبیل تغییرات جزئی رو روی اون کیک اعمال بکنه. عکاس هم پس از عکاسی و فشرده سازی فایل را به جی پیگ، دقیقا حکم اون کیکزی رو داره که بذاری جلوش و بگین و تغییر بده. کار خاص زیادی نمیشه کرد. در واقع اون خمیر مایه رو میتونیم بگیم عکس های را هستن با فرمت را، و اون کیک آماده رو میتونیم بگیم عکس هایی با فرمت جی پیگ هستن. توی دوربین های دیجیتال، سنسور و پردازنده های دوربین اطلاعات نوری غیر دیجیتال رو دریافت میکنن و طی پروسه ای تبدیل به اطلاعات دیجیتال میکنن و ذخیره میکنن. در واقع سنسور هر دوربین از واحدهای کوچیکی به اسم پیکسل تشکیل شده که من توی اپیزود 1 دوره جامعه فتوشاپ کاملا در رابطه با پیکسل و مفهوم پیکسل صحبت کردم. اگر دوست دارید میتونید اون ویدیو رو دوباره تماشا بکنید. وقتی میگن که یک دوربین 20 مگاپیکسله، یعنی یک سنسوری داره که 20 میلیون واحد پیکسل روی اون سنسور قرار داره. در واقع 20 میلیون پیکسل اطلاعات نوری رو دریافت میکنن و پردازش میکنن. وقتی عکاس در واقع دکمه شاتر رو فشار میده، باعث میشه نور به سنسور دوربین برسه و هر پیکسل سنسور این شدت نور دریافتی رو بر اساس تعداد فوتون ها اندازه میگیره. اون بار فوتون ولتاژ پیکسل رو تغییر میده و تغییرات ولتاژ توسط دوربین ثبت میشه. در واقع اون اطلاعات خامه به دست اومده که توسط سنسور دوربین در نهایت باعث شکل گرفتن عکس میشه، مجموع تغییرات ولتاژیه که به ثبت رسیده توسط چند میلیون پیکسل سنسور دوربین. اما موضوع ثبت عکس های رنگی یه کمی متفاوت. ببین، پیکسل های دوربین سنسور در واقع کوررنگن. پیکسل ها فقط میتونن طیف نوری رو بسنجن بر اساس مود گری اسکیل که باز توی اپیزود 1 دوره جامعه فتوشاپ راجع به مودهای رنگی صحبت کردم.
در واقع اونا پیکسل ها قادر به اندازه‌گیری شدت رنگ های رنگ ها به صورت مجزا، یعنی گرین، بلو و رد نیستن، یعنی رنگ های اصلی. از طرفی هم اگه قرار بودش که پیکسل های سنسور فقط طیف نوری رو بر اساس گری اسکیل بسنجن، خب ما تمام تصاویرمون به صورت سیاه و سفید ثبت میشد. برای غلبه به این مشکل طراحا اومدن مقابل هر پیکسل دوربین یک فیلتری رو قرار دادن که این فیلتر باعث جلوگیری از عبور دو تا از سه تا رنگ اصلی میشه، یعنی در واقع رنگ های اصلی که سبز، آبی و قرمز هستن، این فیلتر باعث میشه که فقط یکی از این رنگ ها، طیف نوری این رنگ ها از اون فیلتر عبور بکنه و اینجوری اطلاعات به دست اومده رو توسط یک فایل را ذخیره میکنه که این فایل را اطلاعات شدت نور یک رنگ خاص رو به ازای هر پیکسل برای شما ذخیره میکنه. حالا پروسه تبدیل فایل را به JPEG یه پروسه خیلی پیچیده ای داره که من نمیخوام توی این ویدیو وارد اون بشم، ولی وقتی شما موقع عکاسی دوربینتون رو در حالت JPEG قرار میدید، در واقع دوربین خودش میاد اون شدت نوری دوتا رنگ غایب رو بر اساس پیکسل های مجاورش تخمین میزنه و حدس میزنه و جایگزین میکنه و بعد از اون خودش بر اساس حالا برنامه ریزی و الگوریتمی که توی دوربین قرار داره کنتراست و اشباع رنگ و شارپنینگ عکس رو تخمین میزنه و روی عکس اعمال میکنه و فایل فشرده شده رو با فرمت JPEG یا JPG روی مموری کارت شما ذخیره میکنه. امیدوارم که تا اینجا تفاوت فایل را که فایل خام هست و فایل JPEG که فایل فشرده شده هست رو درک کرده باشید. اگر سوالی دارید یا نکته مبهمی براتون توی ویدیو ایجاد شده، حتما به ما مسج بدید، کامنت بذارید و ازمون بپرسید. با توجه به اطلاعاتی که من تا اینجا بر شما بازگو کردم، شما وقتی فایل خامی رو یا عکسی رو با فرمت را وارد لایت روم و یا فتوشاپ میکنید که بحث ما الان اختصاصا فتوشاپ، در واقع شما میتونید پردازش غیر مخرب روی عکستون اعمال بکنید. برنامه نویسی فایل را طوری هست که شما وقتی عکس را رو وارد فتوشاپ میکنید و پنجره کامرا را براتون باز میشه که در ویدیوی بعدی من مفصلا کامرا را رو تدریس خواهم کرد، شما میتونید در واقع پردازش غیر مخرب روی فایل راتون انجام بدید، یعنی شما با هر تغییری که روی اون فایل اعمال میکنید و هر اسلایدری رو که جابجا میکنید، اینطور برنامه ریزی شده که در کنار فایل را یک فایل دیگری برای شما توی پوشه فایل هاتون تشکیل میشه که تغییراتی رو که اعمال کردید جداگونه روی فایل دیگری برای شما ذخیره میکنه و باعث میشه که کماکان شما فایل را و مواد اولی و مواد خامتون دست نخورده باقی بمونه. پس اگه بخوام حرفام رو جمع بندی بکنم، شما اگر با فرمت JPEG عکساتون رو ثبت بکنید، در واقع وظیفه تفسیر اطلاعات خام و تولید تفسیر نهایی رو کاملا به دوربینتون میسپرید و دوربین بر اساس حالا الگوریتم های تخمین و میانگین که توی هر برندی و توی هر مدلی متفاوته، عکس شما رو پروسس میکنه و فایل فشرده شده و به اصطلاح خروجی اون کیک از زیر رو روی مموری کارت شما ذخیره میکنه. اما وقتی که شما عکستون رو با فرمت را عکاسی میکنید، شما کاملا میتونم بگم تا 99% جا دارید که فایل خامتون رو به سلیقه و نیاز خودتون تغییر بدید و ادیت بکنید.
اینجاست که در واقع من به نتیجه رسیدم که شما قبل از اینکه ادامه مسیر فتوشاپ و یادگیری نرم افزار فتوشاپ رو جلو برید، باید با قابلیت های عکس را و جی پی آشنا بشید تا بتونید در واقع با گذشت زمان و تمرین زیاد اون مهارت هایی رو که میخواید به دست بیارید و روی اطلاعات خامی که در اختیارتون گذاشته میشه اعمال بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ما رو لایک کنید، سابسکرایب بکنید و اگر از کانال ما راضی هستید ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. تو ویدیوی بعد با آموزش کمره را میبینمتون. خدا نگهدار.